تحولات مرتبط با نفوذ سریع مخالفان بشار اسد در قلب سوریه را بررسی می‌کنیم با کارشناسان میهمان آقایان فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و همینطور آقای رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمد میگم به شما میهمانان گرامی. آقای طالبی با شما آغاز کنیم، چه عامل یا عواملی به نظر شما شورشیان مخالف بشار اسد رو متحد کرده و آیا حمایت مردمی باعث نفوذ و پیشروی این نیروها در مناطق مختلف سوریه با این سرعت شده یا عوامل دیگه ای دخیلن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای ندیمی و بینندگان محترم صدای امریکا. خب ببینید، سوال خب سختی است، ولی خب شاید با یک جواب ساده ما به این سوال بخوایم که مسئله رو باز بکنیم. خب ما یک سوریه رو داریم که سالهای متمادی است که با یک کشور و یک دولت و یک ارتش تقریبا مزمحل شده، با حضور بسیاری از نیروهای نیابتی که تحت حمایت جمهوری اسلامی و همچنین نیروهایی که به نوعی نیروهای اسلامگرای سلفی هستند، هیچ وقت ما از یک سوریه با یک وحدت سرزمینی نتونستیم حرف بزنیم. و یا وقتی که از یک مردم صحبت میکنیم، خب بالاخره 6 میلیون نفر از این مردم آواره داخلی هستند، 6 میلیون در خارج از سوریه هستند و بسیاری از این مردم هم با نزدیک 500 هزار کشته رو تا این کنون در سوریه دادن و این مسائل رو تحمل کردن. اما آنچه که امروزه در سوریه در جریان هست، شاید امتداد جریاناتی باشه که در عرض این 13 سال تو صورت گرفته، ولی مشخصا اینکه گروه‌های مثل هیئت تحریر شام و برخی از گروه‌های دیگر نزدیک به مانند احرارالشام یا فلق شام در کنار گروه‌هایی که به عنوان ارتش ملی سوریه قلمداد میشن و توسط ترکیه حمایت میشن، به زعم و به گفته ترکیه این بوده که خب از مدت‌های مدیدی است و همچنین ناظران هم که نگاه میکنن به مسائل و تحرکات اینها، این مشخص بود که از ماه‌های گذشته حاضر بودن که حملات خودشون رو به حلب تا حمص و حما، همین در امتداد M5 تا نزدیکی دمشق رو انجام بدن. ولیکن اینکه بعد از مسئله صلح در لبنان و به صورت مشخص ابتدا به ساکن این گروه‌ها حملات خودشون رو انجام دادن و محتملاً از قرارگاه‌ها و پایگاه‌هایی که ترکیه ها در اون منطقه داشتن گذر کردن و بدون هیچ مقاومت یعنی سنگینی از سوی روس‌ها و حتی نیروهای نیابتی ایران و خود بشار اسد، رژیم بشار اسد، توانستن که به این صورت و به صورت خیلی تند این پیشروی رو داشته باشن، جالب توجه. یک اینکه این گروه‌ها خب به نوعی در طی این سال‌ها تمرینات لازم رو انجام دادن، استحکامات لازم خودشون رو فراوری کردن و همچنین از لحاظ سلاح خب تامین‌های زیادی صورت گرفته از سوی کشورهای مختلف از سوی ترکیه و حتی گفته میشه که به زعم روس‌ها که از سوی اوکراین و مستشاران اونها هم بالاخره اینها تامین شدن، به نوعی این تجدید قوا رو انجام دادن. خب حالا اینا به کجا دارن حمله میکنن آقای طالبی؟ الان نشون داده میشه که زیرساخت‌های جمهوری اسلامی رو اینا هدف قرار میدن، زیرساخت‌های ارتش بشار اسد رو. خب ببینید، اینا به همه جا حمله میکنن. اون چیزی که گفته میشه با بیاناتی که خب بالاخره جولانی انجام داده بود، مشخص بود که دو تا اینها محدودیت دارن. این هست که اولا به روس‌ها حمله نمی‌کنن، یعنی اون چیزی که در لازقیه و ترتوس وجود داره، نگاه هم بکنید اصلا اون منطقه در امتداد غربی هما قرار داره، اصلا مورد تجاوز و یا تعدی این گروه‌ها قرار نمی‌گیره. دوما خب بیاناتی که صادر کردن این بود که با نیروهای کرد و نیروهای دموکراتیک سوریه که در شرق حضور دارن اینها درگیر نخواهند شد و مشخصا جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون رو مورد هدف قرار دادن. ما در حلب شاهد این بودیم، پایگاه‌های کوچکی که نیروهای فاطمیون گرفته تا حیدریون که به نوعی مدافعان حرم در دمشق محسوب می‌شدن، در پایگاه‌های کوچکی در حلب هم مستقر بودن، این حملات علیه اونها صورت گرفت. و خیلی جالب بود که امروزه در کنار و در امتداد این نیروهای کرد هم به 7 روستا نزدیک دیر الزور که نیروهای
ایرانی در اونجا حضور داشتن، نیابت ایرانی حضور داشتن، که در ساعات گذشته هم بمباران توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده انجام شد. اونجا تنها جایی که در شرق دیر الزور بودن نیروهای ایرانی، نیروهای کرد هم در همین راستا حمله کردن. مشخصا آن چیزی که در سوریه دیده میشه، کنار مسائل دیپلماتیکی که تلاش میشه که بشار اسد رو از این محور ایرانی دور بکنه، تلاش بر این هست که از سوی چه احرار شام، چه ارتش ملی سوریه که داره انجام میشه، جمهوری اسلامی مورد هدف است. این هست که به طور مشخص به مکانهایی که در اختیار جمهوری اسلامی است، که البته بسیاری از اونها در شمال غرب سوریه تخلیه شده و در مناطق جنوبی اسکان پیدا کردن، حمله بکنه با شرایطی که جمهوری اسلامی الان مشکل هم داره از قائم به البوکمال که انتقال تجهیزات رو انجام بده هم به لبنان و هم سوریه، جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای بسیار وسیع قرار. خب آقای ندیمی، شما بگید چه عواملی خیلی کوتاه جبهه های جنگ علیه بشار اسد در سوریه رو فعال کرده و آیا میشه گفت اتحاد نانوشته ای الان میان این گروه ها برای حذف جمهوری اسلامی از سوریه الان وجود داره یا نه؟ هدف پیروزی هستش. حالا به چه دلیلی این زمان مشخص رو انتخاب کردن؟ شاید یکی از دلایلش ضعیف شدن حزب الله بوده، به خاطر اینکه حزب الله همیشه نقش مهمی در میان به اصطلاح جبهه مقاومت ایفا می‌کرده در سوریه و نیروهای حزب الله، فرماندهان حزب الله، مشاوران نظامی حزب الله در بین گروه‌های مورد حمایت ایران از جمله فاطمیون خب نقش مهمی داشتن، و حالا که حزب الله ضعیف شده، بسیاری از این نیروها به داخل لبنان منتقل شده بودند در ماه اخیر برای درگیری با اسرائیل، و فشاری که روی مسیرهای لوجستیکی ایران به حزب الله از طریق سوریه وارد اومده، طبیعتاً یک فرصتی رو در اختیار این گروه‌ها که یک ائتلافی هستن، ائتلاف نه چندان محکم از میان گروه های اسلامگرا و همینطور گروه های نه چندان مذهبی، باعث شده که از این فرصت استفاده بکنن و به اهداف خودشون سعی بکنن برسن. گروه های مثل HTS یا حرکت احرار شام طبیعتاً هدفش اشغال رسیدن به دمشق و تصرف دمشق هستش، دولت بشار اسد از کار بندازن، ولی گروه های دیگه مثل SNF که SNA که در ارتش آزاد سوریه و مورد حمایت ترکیه هست و تجهیز شده به وسیله ترکیه هست، در مناطق شمالی بیشتر سعی میکنه حضور داشته باشه و همون مجری اون دقیقاً خواست چند ساله ترکیه باشه که یک منطقه حائل 30 کیلومتری در راستای به موازات مرز ترکیه و سوریه به وجود بیاره. به خاطر همین هم هستش که در منطقه تل رفعت درگیری شدیدی انجام گرفته و این گروه SNA اونجا به نیروهای کرد اونجا حمله کردن تا جلوی متصل شدن مناطق کردنشین در شمال و ایجاد یک منطقه یک پارچه کردنشین در منطقه شمالی سوریه رو، شمال حلب رو بگیرن.